مردم عزیز خانواده گرامی درود و سلام من میشه کارنامه جنرال های جنگ های واقعی رو میخوانم بسیار عیرت میکنم که اینا در مثلا در کارزار جنگ سرنوشت اینا چه رقم استادگی کردن چرا این کار رو میکنم بخاطر خاطر این وقتی به افغانستان فکر میکنم جنرال بسیار فراوان اما جنگ هیچ یعنی از کشور خود که از دفاع نمیکنه و میگه ما جنرال است بر ما بیخی ایران میگه خب البته تاریخ معیوب داریم دیگه ما حالا ما یک کسی رو برای شما معرفی میکنم مارشال چویکوف در جنگ سرنوشت ساز تاریخ بشری و عنوان دیوار سنگی شوروی مشهور بود چویکوف در یک جنگ نابرابر ابتدا که آلمان با میلیون ها نفر سرشان آمده بود این خصوصیتش چی بود؟ خصوصیتش این نبود که مثلا که رئیس جمهور و کس بگوی که حالا فلانی گریخته که خودش از او که اولتر بگریزه نه وقتی که حمله شد استراتژی مارشال چویکوف در آغوش گرفتن دشمند یعنی بر شما آغوش گرفتن دشمن نه که از دشمن جدا شدن یا موزه گرفتن در زمانی که آدم اینجا دفاع میکرد از یک دفعه سرشان بم تیل ریختن پترول ریختن باز آتش زدن قزاقایی که آتش گرفته بودن در بلنداجا در سنگرها دیدن که ما دیگه میموریم رفتن روی تانک های دشمن پریدن تانک های دشمن همراه با خود سوزاندن جنگ اینی رو مردم میگه من میفهمم که وقتی که در زوم جنرال های سابق اینا گپ میزنن بسا... من هم می از کدام جنگ گپ میزنن جنگ ناکرده خب طولانی نمیسازیم گپ واسیلی ایوانوی چویکوف یعنی او آدمی بود در سال 1900 یعنی از 124 سال پیش در امی منطقه طولای روسیه تولد شده بود در خانواده دیخان در سال 19 که جنگ داخلی آمد انقلاب اکتبر شد یه و سرخ پیوست در نورد ستالینگراد نام دیوار سنگی برش داده شد خب در نوزا یه تو آدم به فرمانده ارتش 62 در دفاع از استالینگراد قرار گرفت در برابر ارتش ششم آلمان تو وقت بسیار مثلا جنرال فریتریش پاولوس قماندانش بود که پسان را اسیر کرد تا تمام قوایش جوکوف ای آدم و تکتیک های دفاعی از خود نشان داد که نقش مهوری را در دفاع از سالینگراد بر عهده گرفت جنگی بود وحشیانه و قاطع ترین جنگ های تاریخ انسان در مدت دو ماه ای آدم از سالینگراد دفاع کرد تا که عملیات اورانوس و ماسره به ورماخت ارتش ورماخت انجامید آلمانی ها توانستن 90 درصد در شهر به سلام تصرف بکنن اما چویکوف هیچ عقب نشینی نمیکرد. تاکتیکاش در نگهداشتن داشتن نقاط قوی و انجام ضد عمله های بی نقش مهمی داشت همه جای گرفته بودن هرگز از حمله منصرف نشد یعنی دست نگرفت استراتژی چی بود در آغوش گرفتن دشمن نزدیک نگه داشتن خط مقدم تا حد امکان استفاده از توپخانه و نیروی هوایی به برتر آلمان ها را در جنگ بیخی چی کرد؟ دشوار کرده بود خدا میچسبان با دشمن او کجا ج... را بزنه؟ یعنی منطقی صفری میزد بعد از پیروزی در استالینگراد چویکو فرماندهی جنگ در آزادسازی دونباس همین دونباس که امروز جنگ است که از این طریق فشار به با طرف برلین برند حرکت به با طرف برلین باشد ای آدم فرمانده ارتش گارد هشتم شد که نقش مهمی در تهاجم بر وستولا او وستولا اودر رود اودر به با طرف برلین ایفا کرد ای آدم تکتیک ابتکاری بسیار موثری به کار گرفت در استالینگراد در جلوگیری از سقوط شهر یعنی استراتژی ای آدم با محیط جنگ شهری که بسیار وحشیانه بود و سازگار شد قابلیت دفاعی را آدم هیچ دست نداد خب استراتژی در آغوش گرفتن دشمن یعنی حفظ خطوط دفاعی شوروی تا حد امکان با در نزدیک به خطوط آلمان یعنی درکش بیخی مشکل است یه اثر بسلا یک یعنی اثر سربخشی توپخانه و عملات اوایی آلمان از بین میبرد چرا آلمان نمیتونست که بمباران بکنه اگر بمباران میکرد تمام خط اول نیروهای خود از بین میبرد اگر اینا رو از بین می برد چویکوف دفاع در اطراف ن... در نقطای اطراف سازماندهی کرد وقتی که من میره بر شما میگم این اراضی خداداد افغانستان یادم میاد اندراب پنشید همین جوار را دیگه جای ها کنر نورستان عوض هم که به اصطلاح وطن پرست می بود که از وطن دفاع میکردند. جنرال های شمارشان از و از صدها و از زیاد شده بود چون ببینیم یا در جایی که می کو, کو بود اغلب در ساختمان های بزرگ در کارخانه ها و دیگه موازی مستقم ای آدم خود قایم میکرد نیروه آره. چیزی به نام عقب نشینی را نمیشناخت و شدت از امود دفاع میکرد که تبدیل به مرکز مقامت شود تصرفش برای آلمانیا سخت شوه میچسپاند خود به با اونا باز هر نقطه که که آدم جای میگرفت خودکفا بود انبار و مهمات و غذا و تجهیزات پزشکی را در همونجا جا با جا میکرد یه آدم به جایی که صرفا تو موقعیت بگیرد در همیشه از همون نقطه دستور زده حمله میداد دستور زده عمله میداد چقدر جالب است اینی رو جنرال میگن دستور زده حمله میداد آلمان را از تادل خارج میکرد اونا که وصلا با یک چیز منظم با یک موج پروفشار می آمدن او را مو... اونا را از حالت تعادل میانداخت. انداخت یه حمله ها در مقیاس کوچک اما بی بود مرتب زخم میزد. بازدمی کارخانه ها در سر ساختمان که اینا موضعی گرفته بودن همه را تقسیمات کرده بود یک هندسه را به وجود آورده بود تکتیر اندازه را اونجا جا کرده بود چویکوف استفاده از تقدیر اندازار بر آزار و اذیت و تضیف روی طرف مقابل چنان رهبری میکرد که شگفتانگیز بود آل خیلی رفته اونا هم اگی مردن اما ما ببینیم کارنامار وقتی که آدم میخونه با قدرت انسان تعجب میکنه در وقت یک مشهورترین تکتیر انداز واسیلی زاید صوف بود در بلند منزل رو جا کرد بلند منزل هم خرابه که تعداد زیاد سربازان و افسران آلمانی را او آدم از بین برد دیگه چی رقم تکتیک چویکوفی بود که اینه از آوار از ساختمان بلند به صلاحی که مخروبه از آوار استفاده میکرد استالینگراد ویران شده بود این ویرانی یک منظری از آوارا از کوت خاک از نیمه ویران توری یک سانه را جور کرده بود که چوی کف از او خود استفاده میکرد این زباله ها اما به اصطلاح چیز خرابه ها موقعیت های دفاعی و پوشش بسیار عالی به سربازان شوری این کاری که در امروز در غذا میشه نیروهای چویکو در استفاده از آوار هم کوت خاک خرابه و ایرانه. با کمی حرکت پنهان پنهان شدن اختفا اینا استفاده میکردن و ای آدم شاخهای مختلف ارتش از جمله پیاده نظام و توبخانه را و مهندسان و انجینیر را در یک, در یک ام، کار امهنگ ای آدم منسجم کرده بود که یکش با کمک دیگهش بره پیاده به توبخانه توبخانه مهندسان که از هم گسیخته نشه شیرازه دفاع مهندس ایجاد استحکامات و موانی بسیار کار میکردن توبخانه پشتیبانی حیاتی را در عملیات پیاده انجام میداد ای بود که چویکوف در حفظ روی نیروهای خود بسیار مهارت نشان میداد جنگ چیز ساده است که اینه مثلا ما گپ میزنیم در صحنه جنگ یک فلسفه دیگه داره یادم یک استراتژی این ضربه مکرر ضربه مکرر بدون خستگی به پیش می برد و دکاری کاری که استفاده از رودخانه ورگا بود با وجود تهدید مداوم آلمان ها چویکوف از رودخانه ورگا برای انتقال نیروی کمکی ببینید ببینین چرا رقم تدارکات و تخلیه مجروحان استفاده میکرد یک تناب نجات در بستر رود ورگا یادم آنجا ایچی کرده بود و هرگز از منطقه عقب نشین نکرد بعد از شو میشد حملات شبانه را شروع میکرد خرابکاری این مرتبا عملات شبانه خرابکاری را اینا پیش می بردن در خطوط تدارکاتی در موازه توپخانه ای خونه داشتن طرف مقاب پوست های فرماندی آلمان از هر نقطه و مسیر دیده و نادیده ترسط میکردن هدف قرار میدادن چی میشد؟ اختلال به وجود آمد در جبهه که چویکوف میجنگید طرف مقابل دستخوش اختلال و سا ویرانگر شده بود این تکتیکا نقش مهمی در جلوگیری از سقوط استالینگراد نشان داد و در نهایت چی شد منجر و معاصره و شکست ارتش ششم آلمان شد چویکوف جنرال فروتن اما آهنین خود خب دیوار و سنگی شوروی بعد از اینکه جنگ خلاص شد یادم در ارتش شوروی باقی ماند در مناسب مختلف دوباره کار کرد معاون وزیر دفاع شوروی شد فرمانده کل نیروهای زمینی چون حرفی زیادم نیروهای زمینی بود یادم تا در سال 1955 به مارشال اتحاد شوروی ارتقا اینه مارشال. این مارشال یعنی خدا خود گپش هم مارشال چویکوف در طول دوران پس از جنگ با استراتژی نظامی بعد از آموزش به نیروهای مسلح شوروی روی آورد اسکر دیگه نه تنها اسکر نه چندین کتاب در مورد تکتیک های نظامی و تجربیات خود در طول جنگ نوشته چویکوف به او خاطر ما که این برنامه را اختصاص دادم یک آدم یک جنرال پخته جنرال واقعی جنرال جنگ و جنرال بودی دارای فکر بود در اجده جالب است اینم تا 1982 یادم یا عمر کرد باز در مسکو در یعنی با افتخارات کامل نظامی در یک مجتمع خاص یاد بوده مثلا مامایوف کورگان در ولگاگراد دفن شد خب ای بود چای این شما با ما بگوین که کسی مثل می چایکوف کسی مثل نمی غیر از احمد چای مسعود در تاریخ جنگ افغانستان کدام کس دیگر از شما میبینین که البته یو خود جنگ کلاسیک بود و جنگ چریکی از مسعود یعنی شما به سلام مادل چویکوف یا نیمیشه در افغانستان کسی رو میشناسین؟ یا خاطره جالبه که ده حوال اشاره کردم یه آدم در کتاب خاطرات خود گفته میگه ما یک شب در پنواگا که بسیار نزدیک به خط جنگی آلمان تو موضوع گرفته بودیم در حالت دست و ماشه یک ده یک بوم آتشزا ما را مورد حمله قرار داد نفت داغ و شولای آتش به داخل پناهگاه ریخت در بلنداش او نفت داغ و شولای آتش چی شدن؟ چند سرباز قزاقستانی را یک دم آتش گرفتن که آتش گرفتن یک از این سربازا گفت که بهتر است که چند آلمانی را حال خود آتش دیگه بریم چون نزدیک به خط آلمان ها بودن ما باید چند آلمانی را هم با خود یک جا به طرف مرگ ببریم تنها نباید به طرف مرگ بریم خودش آتش گرفته شلیک کنان با مسلسل دویدن به طرف آلمان ها چون نزدیک بود بر اساس تکتیک در آغوش گرفتن دشمن مثل به صلاح توپای آتشین و طرف سنگرهای آلمان دویدن و اونا را هم تبدیل به آتش کردن یه yes. پوریده از خاطرات چویکوف در کتابی که نوشته ای بودی تمثال یا مثلا یک پورتره یک جنرال جنگ خدمت شما ما ارائه کردم حال متوقع اینال شما تصور بکنین که یه آدم این یکش او خود صدها تا بود این یکش من برای شما گفتم کمی در دل مانده بود که ماشال چوی دیوار سنگی شوروی را یک مختصر شرحیات خدمت شما ارائه بکن